روزی که اشرف غنی در چی میرفت در ریاست جمهوری که میخواست که کاندید کنه خودا، که ما او رو میفهمیدم که چی یک آدم عجیب غریبی هست، چی یک آدم متعصب، چی یک آدم ناسازگار. ما کرزای صاحب مرا طلب کرد که قدی کی میری این انتخابات، قدی کی میری؟ ما گفتم که همراه دل مست، همراه دکتر عبدالله مانگ شام. گفت چرا نمیری همراه زلمه رسول؟ ما گفتم که زلمه رسول ولی بسیار عاجز نیست و میتونه افغانستان اداره کنه. باز قناعت کرد، گفت ولی بسیار سست بیکار است. خوب بودم، خوب سست بیکار است، ما چی کنم دیگه؟ خب برو قد اشرف غنی. ما گفتم اشرف غنی بسیار یک آدم متعصب، یک آدم بد اخلاق نیست؟ گفت آه او تو راست. گفت بسیار آدم چی هست، تند بدگذاره هست. خب باز من گفتم خب ایش سست بیکاره، ایش اما تند بدگذاره خب نمیشه دیگه. خب من مجبور قد دکتر عبدالله میبرم میرم. گفت دکتر عبدالله برده نمیتونه. من گفتم که از ایسه مای خبرش کمپاین کنیم، خانه با خانه بگیریم به افغانستان که ببرن. خب نه، گفت اگه ببرم باز او کسی رو نمیمونه که حکومت به حکومت بره. این واقعا واضح بر من میتر گفت. بسیار من تعجب کردم. یعنی او مسئله چی بود؟ اختیارات امریکا پشتیبان بود. کرده ایسه من البته نمیمون که او اگه نی کرده آرزو میکرد که اگر روز بچه کولنگی به رئیس جمهور شد. ولی باز او رو تو نمیموندن دیگه، پروگرامی امریکا و خلیزاد و ناوتر نبود که از جنبه شمال کسی به انتخابات ببره، از تا شمالی تلوال به اصطلاح چیز. باز اون انتخابات هم که بردیم راسته نمون دیگه، اونا باز دور دوم بردن. دور دوم هم آقای دیگه هم کسی که گوسفندار چاق میکرد اونا انتخابات هم رقم کردن دیگه. یعنی این مجاهدینی که گفتن که یا یک جای نشدن، چطور متحد نشدن که جلوی کارا رو بگیره دیگه، به او خاطر اینا زورشان نمیرسیدن. اگر متحد هم میشدن زورشان نمیرسیدن. اینا رو هر کدام میشن و به اگر کمی منتها به ریسمان بسته کرده بودن دیگه، یکی را به یک چیز، یکی را به یک چیز، تکه و پارچه کرده همونطور مانده بود و اونا زورش هم نمیرسیدن. واقع قضیه هم است، اگر نیه که من دیپلماسی کنی اگر پی بزنم خب میزنم، لیکن واقعیت چنی میست که اختیارات به دست همو بالا جای بود که اونا اونمو تا خودشان همو تا سازماندهی میکردن.